کانال 13 یا سلام، ما توی این ویدیو 10 تا موقعیت رو برای شما توضیح میدیم و شما باید یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب کنید. آخر ویدیو ما بهتون میگیم که شما چه جور شخصیتی دارید. فقط دو تا چیز رو فراموش نکنید. اول اینکه یادتون نره ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جدید ما رو ببینید. دوم اینکه یک کاغذ و خودکار کنارتون داشته باشید و گزینه‌هایی که انتخاب می‌کنید رو یادداشت کنید تا مجبور نشید برای اینکه شخصیت خودتون رو بشناسید ویدیو رو دوباره ببینید. پس فقط لازمه تعداد گزینه‌های A و B تون رو بشمارید. شما برای هر کدوم از سوال‌ها فقط 5 ثانیه فرصت دارید. پس بهتره که خیلی هم وقت برای فکر کردن تلف نکنید. اینجوری نتیجه تست هم دقیق‌تر میشه. خب دیگه بریم سراغ سوال‌ها. سوال اول. فرض کنید که شما توی یک جمع هستید. ترجیح میدید که گزینه A باهوش‌ترین آدم توی اون جمع باشید یا اینکه گزینه B شما جذاب‌ترین آدم جمع باشید. اگر شما گزینه A رو انتخاب کردید، به این معنیه که برای شما خیلی مهم نیست که مردم راجع به شما چی فکر میکنن. خودتون برای خودتون کافی هستید، ولی اگر گزینه B رو انتخاب کردید، این به این معنیه که نظر بقیه برای شما خیلی مهمه. بریم سراغ سوال بعدی. شما کدوم یکی رو ترجیح میدید؟ گزینه A، اینکه همیشه مجبور باشید راست بگید و نتونید دروغ بگید، یا برعکس گزینه B، اینکه همیشه دروغ بگید. واقعا تصمیم گرفتن بین اینکه نتونید دروغ بگید یا نتونید راست بگید تصمیم سختیه. اگر شما راستگویی را انتخاب کردید، این نشون میده که شما آدم از خود گذشته و فداکاری هستید. سوال سوم. اگه به شما بگن که باید یکی از این دوتا گزینه رو تا آخر عمرتون بیخیال بشید، شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ گزینه A، دسترسی به اینترنت. گزینه B، مسافرت کردن با هواپیما. اگه شما از پرواز کردن میترسید، انتخاب کردن بین این دوتا براتون نباید خیلی سخت باشه. ترجیح دادن اینترنت به پرواز میتونه نشونه این باشه که شما به ویدیوهای کانال 13 خیلی علاقه دارید و میخواید که ویدیوهای ما رو حتما ببینید. حتی شما میتونید با اینترنت از توی خونتون تقریبا همه جای دنیا رو ببینید. پس دیگه چه نیازی به پروازه؟ ما تصمیم رو میذاریم به عهده خودتون. سوال چهارم. این سوال خیلی سوال معروفیه. شما ترجیح میدید که توی زندگیتون گزینه A عشق واقعی رو پیدا کنید یا گزینه B 1,000,000 دلار برنده بشید. میدونم که جواب خیلی ها هر جفتشه، ولی اینجا دیگه باید یک کدوم رو انتخاب کنید. اگه شما پول رو انتخاب کردید، این احتمال وجود داره که اصلا به عشق واقعی اعتقادی ندارید. شما احتمالاً آدم منطقی و واقع‌گرایی هستید و شاید دور و بریاتون شما رو به عنوان یه آدم بی احساس بشناسن. سوال پنجم. شما کدوم یکی رو ترجیح میدید؟ گزینه A، اینکه دیگه نتونید حرف بزنید. گزینه B، اینکه مجبور باشید همیشه هر چیزی که به ذهنتون میرسه رو بلند بگید. دیگه کم کم داره سوالامون سخت میشه. اینکه کسی نتونه هیچ حرفی بزنه واقعا سخته. ولی فکر نمی کنید که واقعا سخت‌تر این باشه که آدم هر چی توی ذهنش میگذره رو بگه؟ مثلا فکر کنید که پارتنرتون ازتون میپرسه که اون دختره چه شکلیه و شما مجبور باشید هر چیزی که راجع به اون دختر توی ذهنتون میگذره رو بگید. سوال ششم. آیا شما ترجیح میدید که گزینه A حافظه تصویری خیلی قوی داشته باشید یا اینکه گزینه B توانایی این رو داشته باشید که هر چیزی که میخواهید رو فراموش کنید؟ حافظه تصویری قوی میتونه به شما کمک کنه که هر چیزی رو خیلی سریع و آسون یاد بگیرید. ولی خب خیلی جاها اتفاقها و خاطره های توی ذهنتون میمونه که کاش نمیمون. اینکه شما حافظه تصویری قوی رو انتخاب کنید، نشونه اینه که شما شخصیت محکم و قوی دارید. دوباره یادآوری میکنم که گزینه ها رو حتما یه جا یادداشت کنید تا آخر ویدیو بتونید شخصیت خودتون رو بهتر بشناسید. حالا بریم سراغ سوال هفتم. شما باید بین این دو گزینه یکی رو انتخاب کنید. گزینه A، اینکه دیگه توی زندگیتون رابطه جنسی نداشته باشید، یا گزینه B، دیگه هیچ وقت غذای مورد علاقتون رو نخورید. این واقعا انتخاب سختیه. اینکه شما انتخاب کنید که دیگه رابطه با کسی نداشته باشید، میتونه نشونه این باشه که شما تنها بودن رو دوست دارید، یا اینکه واقعا عاشق غذای مورد علاقتون هستید. سوال هشتم. شما ترجیح میدید که تنها آدم شاد روی زمین باشید
یا همه آدم های روی زمین شاد و خوشحال باشن و فقط شما قصه داشته باشید. این سوال واقعا سوال عجیبیه. یکم که بهش فکر کنید میبینید که اصلا نمیشه که شما فقط خوشحال باشید در حالی که همه مردم دنیا، حتی دوستا و خانوادتون ناراحت باشن. یا حتی برعکس. ولی حالا توی این تست یکی رو انتخاب کنید. سوال نهم. شما دوست دارید که اولین کسی باشید که یک سیاره قابل زندگی رو کشف میکنه یا مخترع یک دارویی باشید که یک بیماری خطرناک و کشنده رو از بین میبره؟ توی این روزای کرونایی فکر میکنم جواب خیلی ها گزینه بی باشه. ولی بیاین توی بازه زمانی نامشخص این رو تصور کنید که راحت تر باشه. هر دوی اینها به یک اندازه برای علم و بشر جالبه. فقط کشف یک سیاره جدید تأثیرش توی طولانی مدت معلوم میشه و شاید اصلا خودتون وجود نداشته باشید که اون رو ببینید. رسیدیم به سوال آخر. شما ترجیح میدید که یه آدم فقیر باشید که به همه کمک میکنه یا یه آدم شدیداً پولدار باشید که از طریق اذیت کردن بقیه به پول رسیده؟ شاید جوابتون هیچ کدوم باشه، ولی خب توی این سوالا باید یکی رو انتخاب کنید. اگر شما گزینه A رو انتخاب کردید، این یعنی زندگی بقیه برای شما مهمه و شما به بقیه بیشتر از خودتون اهمیت میدید. ولی گزینه B تقریباً برعکسه. خب حالا وقت این رسیده که نتیجه نهایی رو ببینیم. الان وقتشه که بهتون بگیم هدف اصلی این تست این بوده که ببینیم شما چقدر آدم خودخواهی هستید. الان تنها کاری که ازتون میخوایم اینه که تعداد گزینه‌های A و B تون رو جمع کنید و منتظر شنیدن نتیجه نهایی باشید. اگه توی جواب‌های شما گزینه A بین 1 تا 3 بار دیده میشه، شما تقریباً آدم خودخواهی هستید. آدم های خیلی کمی وجود دارن که بخوام با شما دوست باشن و حتی توی یک گروه کار کنن. این خودخواه بودن اونقدر که فکر میکنید بد نیست. فقط به این معنی که شما ترجیح میدید خودتون برای نتیجه کارتون زحمت بکشید و روحیه کار گروهی توی شما پایینه. ولی مهم اینجاست که آیا شما واقعا برای رسیدن به هدفتون حاضرید به بقیه ضربه بزنید؟ اگر گزینه های A شما بین 4 تا 6 بار بوده، شما آدم معتدلی هستید. نه خیلی خودخواهید و نه خیلی از خود گذشته. این میتونه شما رو خیلی توی رسیدن به هدفتون کمک کنه. خیلی از مردم توی این گروه جا میگیرن و خوبی این گروه اینه که شما به موقع خودخواهید و به موقع هم سربزی رو متواضع. حالا اگه شما 7 تا 10 بار گزینه A رو انتخاب کردید، شما دقیقاً کسی هستید که حاضره علاقه و همه چیزش رو برای بقیه فدا کنه. ولی خب سوالی که پیش میاد اینه که پس هدفهای خودتون چی؟ کی به اونها میخواهید برسید؟ شما دقیقاً گاندی زمانتونید. به همون توی کامنت ها حتما بگید که نتیجه خودتون چی بوده و آیا از نتیجتون راضی بودید یا نه. مرسی از اینکه تا انتهای ویدیو همراه ما بودید.